موتور سواری که برای هر سرقت 4,000,000 تومان دستمزد میگرفته. سه نفر بودید؟ زورگیری و این با چاقو اینا ریختی سرشون. علاوه بر اون شراکتی که در فروش اموال داشته 3 الی 4 میلیون تومان فقط دستمزد میگرفته بابت موتور سواریش. دیشب دستگیر که شده 4,000,000 تومان دستمزدش هم همراهش بوده. بعضیا میگن نداره، داره سرقت میکنه. روزی 4,000,000 تومان درآمدش از سرقت بوده. این از نداشتن نیست. چون بالای 100,000,000 تو ماه فقط حقوقش بوده. موارد دیدی دیگه، از گوشی قاپی، سرقت خودرو، منزل. یه مقدار باید تو این شرایط حواسمون رو جمع کنیم. اگه حواسمون جمع باشه شاید دیگه چون بالای 100,000,000 تو ماه فقط حقوقش بوده. سوابقشون رو با هم ببینیم. 4 مورد، 1 مورد، 2 مورد، 4 مورد، 3 مورد. خلاصه مطلب این موضوع کی تموم میخواد بشه؟ حواسمون رو دوچندان کنیم، چون که این روزها لازم و ضروریه، چون سارقان از هیچ چیزی نمیگذرن. تجهیزات شهرداری که تو پارک هستش مورد سرقت ایشون قرار میگرفت. از وسایل داخل پارک هم نمیگذرید نه؟ چیزی هم یه صندلی بود فقط. گوشی قاپا ظاهرا صبح و شب نمیشناسن. سرقت موبایل. بله، پراید 206 رو یه ذره بهتر بکنن دیگه سارقا. گوشی قاپی در معابر، اما این بار از حواس پرتی استفاده نکردن، بلکه به زور میگرفتن. با چاقو. بیشتر در معابر و پارکا دور میزده و خانمایی که حالا گوشی داشتن و یا طلای چیزی داشتن زورگیری میکردن. برای اینها باید قانونی تدوین بشه که مو به تن بقیه سارقین سیخ بشه.